سفیر آمریکا در عراق طی اظهاراتی اعلام کرد که ما نسبت به روابط عادی بین ایران و عراق ترغیب می‌کنیم و به دنبال ایجاد مشکل بین این دو کشور نیستیم. ماتیو تولر افزود در نهایت ما خواهان روابط عادی بین ایران و عراق بر اساس احترام متبادل و احترام به حاکمیت هستیم. وی مدعی شد مشکل این است که بسیاری از فعالیت‌های ایران در داخل عراق حاکمیت این کشور را تضعیف می‌کند. این فعالیت‌های ایران ما را بسیار نگران می‌کند. سفیر آمریکا در عراق با اعلام حمایت مالی از موفقیت برگزاری انتخابات این کشور افزود، دیدار بایدن و الکاظمی نشان می‌دهد که روابط در راستای منافع دو کشور است. وی با اشاره به اینکه حضور نظامی آمریکا در عراق بر اساس دعوت دولت عراق در سال 2014 صورت گرفت بیان کرد، علی‌رغم آزادسازی همه مناطق از اشغال داعش، اما چنین تهدیدی هنوز برای عراق و مردم این کشور وجود دارد. لازم است ائتلاف بین المللی همچنان با کمک نیروهای عراقی به مقابله با داعش ادامه دهند. مسیر نقش ائتلاف با توسعه پتانسیل های نیروهای عراقی تغییر کرده است. ماتیو با ادعای اینکه آمریکا برای تحقق ثبات و امنیت در منطقه از دریای مدیترانه تا خلیج فارس تلاش می کند تاکید کرد، بایدن این موضوع را به وضوح در جلسات خود با مصطفی الکاظمی بیان کرد.